در این باره بیشتر حرف میزنیم با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل از روم ایتالیا. آقای مدرس، از یک طرف حوثی ها گفتن که اگر همه جهان بسیج بشن ما حملاتمون رو متوقف نمی کنیم، از طرف دیگر عربستان و امارات متحده اختلاف نظر دارن در شیوه برخورد. چقدر فکر میکنین که این گروه ضربت جدید راه به جایی ببره بتونه امنیت منطقه رو در حقیقت تامین کنه؟ وقتتون بخیر خانم افتارمی. چند نکته مهم وجود داره که ما باید اونها رو در نظر بگیریم. اول اینکه میشه گفتش که از سال 2019 بود که این گروه ضربت CT-153 از ناوگان حفاظت دریانوردی بین‌المللی اومد فعالیت خودش رو به شکل کاملا جدیتری در منطقه دریای سرخ و تنگه باب المندب آغاز کرد و همچنین پیش از اون یک کارگروه، یک تیم ضربت دیگه CT-150 بود که اومد سمت منطقه خلیج فارس در خصوص اقداماتی که جمهوری اسلامی اون موقع داشت در منطقه خلیج فارس انجام میداد، دزدی‌های دریایی که داشت صورت می‌گرفت و خب به هر حال تا حدی مؤثر بود. اما الان ما با چند نکته متفاوت روبرو هستیم. برای اینکه پیش از این هر چند که امنیت خلیج فارس از بین رفته بود، اما هرگز به این مرحله نرسیده بود که شرکت‌های بسیار غول‌هایی به نظر میشه گفت تجارت جهانی بخوام بیان از اونجا پا پس بکشن و اونجا رو دیگه ناامن بدونن. در شرایط فعلی نکات های اهمیتی که وجود داره، یکی اینه که کشورهایی دارن مداخله میکنن که کشورهای اروپایی هستن که اکثرا سمت بی‌طرفی رو تا اینجا پیش گرفته بودن. مسئله دومی که پیش میاد اینه که ایتالیا از اولین کشورهایی بوده که اعلام آمادگی کرده برای شرکت در این ائتلاف. ایتالیا کشوری هستش که نیروی دریایی بسیار قوی داره و عمدتاً در ائتلاف‌هایی که شکل میگیره ایتالیا و نیروی دریایی ایتالیا وظیفه این رو به عهده دارن که بیان تأمین لوجستیک و تأمین جنگ رو انجام بدن. به خاطر همین این نشون دهنده این هستش که احتمال اینکه از الان به هر حال یک درصدی رو برای رویارویی نظامی در نظر گرفته باشن وجود داره که این کشور اعزام شده. مسئله بسیار مهمی که وجود داره عدم حضور عربستان سعودی هست. به نظر میرسه عربستان سعودی اصلا و ابدا حاضر نیست این ریسک رو بکنه که بخواد مجددا وارد یک جنگ با حوثی ها بشه، چرا که به نظر میشه من می‌خواستم مشخصا راجع به همین بپرسم که این مورد اختلاف که گفته میشه عربستان سعودی و امارات متحده دارن با آمریکا بر سر برخورد با حوثی‌ها دقیقاً بر سر چیه؟ ببینید، بر سر اینه که عربستان سعی کرد حوثی ها رو از بین ببره، اما روشی که برای این کار انتخاب کرد روش درستی نبود. فقط با حملات هوایی سعی کرد چنین کاری رو انجام بده، در نتیجه تعداد تلفات بسیار بالای غیر نظامی رو گرفت و در نهایت از اونجایی که از زمین موفق نشد بخواد وارد شه به یمن برای مبارزه با حوثی ها و مواضع اونها، این نتیجه بخش نبود برای عربستان. به همین دلیل هست که امروز عربستان داره سعی میکنه خودش رو به نوعی میشه گفت کنار نگه داره از این درگیری تا ببینه نتیجه به کدوم سمت خواهد رفت. اما یک نکته بسیار مهمی که وجود داره این هستش که بسیاری از این قول‌ها از جمله بریتیش پترولیوم، هاپایک لوید و مرسک، اینها شرکت‌های خصوصی هستن که 12% تجارت جهانی رو دارن تشکیل میدن فقط در اون منطقه که از اونجا عبور و مرور دارن. برای همین احتمال اینکه حتی بخش خصوصی بخواد وارد عمل بشه و به هر حال اقداماتی رو انجام بده هم باید در نظر بگیریم. سپاسگزارم از شما شاهین مدرس، سرگرم مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل که از روم با ما همراهی کردند.